سلام دوستان، وقتتون بخیر. با آموزش نرم افزار ادوانس کد در خدمتتون هستم. شما فایل نرم افزار ادوانس کد رو دانلود میکنید. من اینجا ورژن 8ش رو دارم، ورژن 9ش هم دارم. ورژن 8 برای ویندوز 7 خیلی خوب کار میکنه، پورتابل هم هست، میتونید روی فلش بریزید، هر جایی که دوست داشتین ببرین، نیازی به نصب نداره پورتابلش. ولی ورژن 9 مناسب تر برای ویندوز 10 و نصب میکنیم. خب چون برنامه گرونی هم هست، ولی توی ایران کرک شده هست، گاهن گیر میده که شما مجبورید دوباره اونو پاک کنید و نصبش کنید که خیلی طول نمیکشه. بعد از دانلود ادوانس کد شما باید نرم افزار TSC کلاینت رو هم که یک نرم افزار دانلود اطلاعات از بورس هست رو دانلود کنید. شما کافیه که برای این کار بیاید توی گوگل TSC رو سرچ بزنید. اولین سایتی که میاد بالا خود سایت TSC TMC هست که میتونید از این قسمت با کلیک روی TSC کلاینت رو دانلود کنید که من قبلا دانلودش کردم و برای نصبش هم فقط کافیه که چند تا نکست بزنید که من اینجا چون نصب هست دیگه کاری انجام نمیدم. خب بعد از اینکه این رو نصب کردید میریم نرم افزار ادوانس کد رو نصب میکنیم. البته قبل از اینکه بیایم اینجا، من محیط داخلی این رو ران بکنم بهتون نشون بدم. ببینید شما وقتی که نرم افزار رو باز میکنید، این قسمت هیچی نیست و فقط توی این کادر کل سهامی که توی بورس هستن رو میتونید ببینید. و مثلا شما میخواین یه سهمی رو دیتاش رو دانلود بکنید، فرض کنید مثلا میزنیم زوب. خب سهم زوب میاد، فروی هم میاد، این زوب رو ما میخواستیم انتخابش میکنیم، انتخاب رو که بزنید میاد این طرف زوب، الان زوب اومد این طرف، یا اینی که دوبار کلیک بکنید روش خودش اتوماتیک میاد این طرف. مرحله بعد رو میزنید، مرحله بعد میاد میگه چیه؟ میاد میگه که اگر این گوشی پایین روی تغییر تنظیمات من کلیک بکنم. ببینید اینجا خیلی مهمه، تو قسمت عمومی اولین نمایش روزهای بدون معامله رو میگه میخواید نمایش بدم بله یا خیر، ما میگیم خیر. فرمت ذخیره فایل ها، این خیلی مهمه، اینو به همین ترتیبی که من نوشتم پیش برید. ببینید اولین ستون نماد، دومین ستون تاریخ میلادی، سومین اولین قیمت، بیشترین قیمت، فرست پرایس یعنی اوپن، های، لو، کلوز، والوم و ارزش معاملات که ببخشید تعداد معاملات و ارزش معاملات که تیکشون رو اینجا میزنید که فعال باشن و نمایش داده بشن. خب تو قسمت پیشرفته اون قسم محل ذخیره فایل هاتون که به صورت معمولی و تعدیل شده هستن رو میتونید انتخاب بکنید که پیش فرض خودش باشه بهتره، ولی اگه میخواین روی فلش دادتون رو انتقال بدین به جای دیگه، خودتون میتونید این آدرس رو تغییر بدید. از چیزای دیگه که اینجا خیلی مهمه، اینجا نام فایله که اولی رو نماد میزنید، پسفند فایله که CSV باید حتما باشه، انکودینگت باید حتما فایل ASCII باشه، کدای دیگه داره، جدا کننده اینجا ویرگول باید باشه و تاریخ شروع رو ما اینجا گذاشتیم 1/1/80 که همون اولین تاریخیه که دیگه کل فایل ها رو میدونه بده و پراکسی هم که شما باهاش کاری نداشته باشه. پس یکی از مهمترین چیزامون اینجا این جدول بود، روزهای معامله رو نشون نده، تیک CSV رو اینجا میزنید، نوع فایلتون و آدرسی که میدید و نماد CSV ASCII و جدا کننده که ویربول رو میذارید و تمام، اینو ذخیره میکنید.
میریم مرحله بعد، شروع میکنه به داده رو از داده اون سهم رو دانلود کردن به 100% که رسید و اینجا نوشت جهت ایجاد خروجی جدید باید دکمه نکست رو کلید بکنید و تولید خروجی رو میزنید. تولید خروجی رو که زدید، کل اون فایل هایی که من توی اون قسمت اول داشتم میاد همون جایی که شما زده بودین. الان مثلا من زوب رو اضافه کردم، زوب رو اومده اینجا به صورت یک فایل اکسلی کل دیتاش رو به من میده. خب پس این شد از نرم افزار TSC کلاینت. حالا ما داده ها رو از سایت TSC گرفتیم تا امروز داده هامون. من ادوانسکت رو نصب میکنیم، روی فایل ستاپش کلیک میکنیم، خب نیکس رو میزنیم، اکسپت میکنیم، نیکس رو میزنیم، ادوانسکت ایدو رو میزنیم، جایی که میخواهید نصب بشه انتخاب میکنید، دوباره نیکس رو میزنیم، این یوزرنیم پسورد هم بهش نمیدیم، ستاپ اوکی و فینیش. حالا میایم این فایلی که کرکه این رو کپی میکنیم، میاد اینجا ادوانسکتمون نصب شده، روش کلیک میکنید، اوپن فایل لوکیشن رو میزنید. توی این قسمت اون کرکی که کپی کردیم رو میذاریم. روی کرک کلیک راست میکنیم، ران از ادمینستریتور میزنیم، نیکست، نیکست، نیکست و تمام. نرم افزار اجرا میشه. مرحله اولی که نرم افزار رو اجرا میکنید، میایم از قسمت ویو شو اند داکت آل تول بارز رو میزنیم تا این گزینه ها فعال بشن. نگاه کنید این مقداری زمان میبره. خب دیدید فعال شدن. خب حالا میایم از قسمت فایل دیتا پس رو انتخاب میکنیم، یعنی اون جایی که قرار فایل ها رو بخونه برای ما. این دوتا رو ریموو میکنیم، کاری باهاشون نداریم. اد رو میزنیم، یه فایل ACS2 میزنیم یا همون ASCII میزنیم، میسازیم. حالا این فایل آدرسش باید کجا باشه؟ میایم تو پراپرتیزش، آدرس این فایل همون آدرسیه که ما اومدیم فایل های TSC کلاینتمون رو توش ریختیم. فایل های TSC ما کجا بودن؟ یک لحظه من بهتون بگم از کجا اونو میتونید پیدا بکنید، بعد بریم سراغ این نرم افزار و ادامهش رو براتون میگم. فایل های TSC تون رو وقتی میخواید پیدا بکنید آدرسش رو، میایید اینجا از طریق اینجا تنظیمات پیشرفته. این آدرسی بود که ما فایلایی که دانلود میکنیم و توش میریزیم، این آدرس رو کپی میکنیم. این هم آدرس فایل های تعدیل شده است. من تعدیل شده رو کپی میکنم، میارم اینجا فایل دیتا پس، اینا رو ریموو میکنم که از قبل توش بوده. من یه اد میزنم، یه کد ASCII میسازم، میرم توی پراپرتیزش، اینجا این رو میذارم. اوکی حالا میرسیم به این قسمت، این قسمتی که خیلی مهمه. ما گفتیم گزینه اولمون نماد بود، کلیک راست میکنیم روش، اسکیپ رو میزنیم. گزینه دوممون برای این که شک نکنیم میاییم توی همین گزینه ها. خب گزینه دوممون تاریخ میلادی، فرمتش ببینید سال به صورت 4 رقمی، ماه و روز بوده. خب گزینه دوممون میزنیم دیت، دیتمون چجوری بود؟ سال، ماه و روزه. خب گزینه های بعدیمون چی بودن؟ اوپن، های، لو، کلوز. این میشه اوپن، کلیک راست، های،
لو کلوز و دوباره میایم اینجا های لو کلوز حجم به اضافه دیگه این آخری و ارزش شما نیازی نداریم. های لو کلوز والیوم و دیگه بقیه رو نمیخوایم. خب این تیک پک هم اینجا میزنیم. این قسمت گفتیم فرمت فایل هامون اینجا چی باشه؟ ببینید پیش رفته فرمت فایلمون CSV. پس اینجا هم میزنیم CSV. اوکی؟ پس همه این تیکا باید باشه. فرمت سالمون به این شکل باید باشه. فرمت ستونهایی که قراره که توی داده هامون توش هم باشه به این صورت باید باشه. اولی نماد date, open, high, low, close, volume, skip و الی آخر اوکی میکنیم. این رو هم اوکی میکنیم. خب حالا اگه کارمون رو درست انجام داده باشیم میخواییم یه نمادی رو وارد بکنیم. میمیم این قسمت create new bar که شکل یه که کندله کلیک میکنیم. بله ببینید هر فایل رو که من اونجا دانلود کرده بودم اومد. خب مثلا من میخوام داور رو انتخاب بکنم. هر موقعی هم که اینجا شما یه فایل دیگه رو احتیاج داشتید توی این نرم افزار، خب مثلا اومدید اینجا، فرض کنید میخواید که چی رو انتخاب بکنیم، فرض میکنیم یه سهمی که توی اینا نباشه، مثلا کیسون. خب کیسون فکر کنم توی اینا بوده قبلا. آره خب مثلا من کیسون الان توی این سهم نیست، بذار یه چیز دیگه انتخاب بکنم چون کیسون قبلا بوده. مثلا بذار ببینیم فولاد این ور نبوده. نه خب من فولاد رو اینجا انتخاب میکنم. فولاد فولاد مبارکه انتخابش میکنم. انتخاب میاد این طرف. مرحله بعد داده ها ذخیره شده. تولید خروجی هم میزنیم. خروجی هم تولید میکنه و خروج. خب حالا ما میخواییم که فولاد اینجا هم باشه. خب میبینید این نیست. یه ری اسکن که بزنید فولاد هم میاد جزش. ما اینجا به صورت پیشفرض 3000 بار میتونید شما خودتون بیشترش بکنید که اون به قول مقدار بیشتری از نمودارتون رو بهتون نشون بده. زمان رو میتونید اینجا 60 دقیقه، یک ساعتی داره، دیلی داره، هفتگی داره، ماهیانه داره و یه سری تنظیمات دیگه که فعلا ما با اونا کاری نداریم. پس شد وقتی که فایل رو دوباره اد کردی ری اسکن رو میزنید و اون فایل میاد اینجا. حالا مثلا شما فولاد رو انتخاب کردید، میخواید چارتش رو نگاه بکنید، یا دوبار کلیک میکنید روش، یا اینکه میاد این قسمت لود رو میزنید و نمودار فولاد میاد این قسمت. خب نرم افزار نگاه بکنید اینجا همه اندیکاتورها و اسیلاتورها رو داره، همه رو داره و یک سری چیزهای اضافی اینجا، مثلا امواج الیوت رو میزنید شما، این خودش موج شماری میکنه و میتونه هدفهای امواج بعدی رو بهتون بده. مثلا اینجا فولاد رو گفته که این سهم توی موج چهارمه، موج 3-4 رو داره تکمیل میکنه از نظر این نمودار و موج 5ش یک پایینی دیگه هم داره، پس میتونه به شما یک هشدار رو بده. توی قسمت بعدی براتون میگم که چطور کانال های رگرسیون رو رسم میکنیم توی نمودار، توی این نرم افزار، و به چه وسیله ای ما میتونیم که خیلی از مثلا اوتو ترند چنل میتونیم بزنیم
ببینید خودش کانال رگرسیون میزنه و میتونه بگی که از این خط اگر که بیاد بیرون شما میتونید خریدتون رو بزنید، از خط بره بالا فروشتون رو بزنید یا بالعکس. و اینکه این توضیحات رو حتما توی جلسات بعدی بهتون خواهم داد. فعلا خسته نباشید تا جلسه بعد.